سلام، امروز براتون از خوابگاه‌های کمپ دانشگاهی که من توش در حال تحصیل هستم یه ویدیو تهیه کردم. پرداختم این موضوع دو تا علت داشته که من به هر دو علت توی مقدمه اون ویدیو اشاره میکنم. فقط قبل از اینکه بریم ویدیو رو ببینیم، اگر به این سبک ویدیوها علاقمندین لطفا روی دکمه سابسکرایب این پایین کلیک کنید. اگر روی اون زنگوله کنار سابسکرایب هم کلیک کنید، وقتی که من ویدیو جدیدی منتشر میکنم واسهتون نوتیفیکیشن میاد و میتونید تشریف بیارید و اون ویدیو رو ببینید. بریم با هم این ویدیو رو ببینیم. سلام دوستان، میلاد هستم، اینجا کانال بایو اسکیله. امروز میخوایم با هم بریم بعد چند تا از مجتمعهای خوابگاهی دانشگاه خودم رو با هم ببینیم. دو تا علت داره که من میخوام در واقع یه ریویو کنم روی خوابگاهی که این دانشگاه داره. اول اینکه ببینید شرایط خوابگاهی اینجا چیه. دوم اینکه توی ویدیوهای بعدی که احتمالاً ضبط میکنم و هزینه زندگی تو استرالیا رو واسه شما میگم، میخوام بدونید که وقتی میگم مثلا اینقدر دلار هزینه زندگی توی خوابگاه برای یک هفته یا یک ماه هست، یه برداشت ذهنی داشته باشید از این که این خوابگاه که میگم دقیقاً چیه و شرایط زندگی تو اون خوابگاه چطوره. پس اگه موافق باشید بریم چند تا از این مجتمعهای خوابگاهی رو ببینیم. خب دوستان، همونطوری که بهتون گفتم 4 مدل خوابگاه داره اینجا، هر کدومش توی بخش جدایی از دانشگاه هست. این خوابگاه اسمش همتون ویلیجه. با هم میریم داخلش یه نگاه بندازیم. خب دوستان، این هم از بخش خصوصی اکومودیشن هست. میبینید که حداقل امکانات لازم واسه زندگی دانشجویی داره، یه تخت خواب، یه محل مطالعه و یه یخچال هم گذاشتن واسه خریدهای شخصی که انجام میدید که میتونید استفاده کنید و خریدهای شخصیتون رو بذارید اینجا. مساحت اتاق حدود فکر میکنم 12 تا 14 متر باشه، البته به جز سرویس بهداشتی و دوش و حموم. چیز مناسبی اگه کسی بخواد راحت زندگی کنه واسه یه شخص مجرد فکر میکنم مناسب باشه، مخصوصا که فضای شخصی خودتون رو دارین اینجا. اینم بخش مشترک خوابگاه هست. همونجوری که میبینید همه وسایل لازم واسه زندگی رو داره. یه گاز برقی واسه آشپزی، یه مایکروویو واسه گرم کردن سریع غذا و هر کسی هم در واقع کاپورد شخصی خودشو داره. حتی خب خیلی سعی میکنن از اینجا استفاده نکنن چون که همشون در واقع کاپورد دارن توی اتاقاشون. همچنین همه دوستانم که زندگی میکنن یه یخچال اختصاصی دارن. اینجا یه یخچال هم هست اما کمتر کسی ازش استفاده میکنه، فقط واسه نگهداری چیزایی هست که خب خیلی سریع میخوان استفاده کنن. هر کسی هم هرچی میخوره ظرفشو سریع میشوره برمیداره یا میذاره تو اتاقش، واسه همین میبینید آبچکون خیلی بزرگی نداره. اینجا همون بخشی هست که واسه گدرینگ و دورهمی و پارتی و تماشای تلویزیون و در واقع یه نهار دورهمی استفاده میکنن. فضای خوبیه اگه بخواد کسی یه مهمونی دوستانه داشته باشه یا دوستاشو دعوت کنه، فکر میکنم جای مناسبی باشه واسه این کار. معمولا من میبینم از این پنجره معمولا معلومه که دوستان اینجا زیاد جمع میشن. من خودم توی این نوع خوابگاه زندگی نکردم اما فکر میکنم جای باحالی باشه واسه زندگی. یه چیز بگم، هزینه زندگی اینجا هفته 255 دلاره. با توجه به اینکه نباید پول آب بدید، نباید پول برق بدید، همه در واقع قبض ها یا بیل ها روی همشون روی همینه، میارزه از نظر در واقع مالی به صرف است که اینجا زندگی کنید. یه نوع دیگه از خوابگاه هست، همونجور که میبینید اینا رو به حالت فلت ساختن، یه طبقه است. توی هر ساختمونی هم چند تا اتاق داره. با هم میریم ببینیم. منم حقیقتش اولین باری که دارم این ساختمون رو میخوام برم داخل رو ببینم. با همون ساختمون هم دقیقا کار داریم، شماره 211. بریم ببینیم چه خبره. میبینید که
اینجا هم یه بخشی در راهم جمع شدن دانشجو در نظر گرفتن، هم تی وی روم و هم اگه کسی میخواد با دوستی صحبت کنه لازم نیست حتما دعوتش کنه به اتاق شخصیش، میتونن بیا اینجا صحبتشون رو بکنن، کافی بخورن، ناهارشون رو داشته باشن یا هر چیز دیگه ای. این فضا فکر میکنم کمک میکنه به اینکه دانشجویی که اینجا توی این ساختمون هستن بیشتر بتونن با هم اخت بشن. این هم فضای آشپزخونه و غذاخوری و اینجور صحبت ها هست. میبینید که 8 تا صندلی داره واسه 8 نفری که توی این ساختمون زندگی میکنن. این ساختمون قدیمی تر از همتون ویلیجه، اما خب همون امکاناتو داره، زیاد فرقی نمیکنه فکر میکنم، فقط اونجا رو سعی کردن یکم شیک‌تر بسازن، یکم دستگاه جدیدی واسش بگیرن، وسایل آشپزخونه مدرن‌تری داره، وگرنه هیچ فرقی نمیکنه از نظر من. جای باحالی واسه زندگی اینجا. بذارید با هم دیگه بریم ببینیم اتاقا چجورن. خب میبینید که فضای این ساختمون از اون ساختمون همتون ویلیج یه مقدار کوچیک‌تره. یه نکته هم که داره فکر می‌کنم خیلی مهم باشه مخصوصا واسه دخترها اینه که همون دستشوی اختصاصی خودشونو ندارن اینجا، که فکر می‌کنم پوینت خیلی منفیه واسه این، چون که اینجا شاور و باتروم مشترک خواهد بود. اما بقیه چیزا همونه. اتاقم هم که آماده شده اینجا، می‌بینید که وسایل جدیدو گذاشتم واسه یه نفر بعدی که میخواد بیاد. هزینه زندگی تو اینجا هفته 165 دلاره، تقریبا 90 دلار از جای قبلی ارزون تر از همتون ویلیج. اما خب بهتون گفتم بستگی داره که چقدر طرف داره این که وسایل شخصی خودتون رو داشته باشید، یعنی همون حمام و سرویس بهداشتی شخصی خودتون رو تو اتاق داشته باشید یا نه. اما خب 90 دلار پول خیلی زیادیه، فکر کنید توی ماه میشه 4 تا 90 دلار، 360 دلار میتونید صرفه جویی کنید اگر اینجا زندگی کنید. یه نکته دیگه هم که داره، اینم فکر می‌کنم خیلی مهمه، اینجا گرمایشش سیستمش مرکزیه، اما همتون ویلیج سیستم گرمایشش اسپلیت بود، هر اتاق میتونست واسه خودش در واقع هر دمایی میخواد تنظیم کنه. فکر می‌کنم نکته خوبی نیست، چون که همین الانم که من اینجا وایسادم خیلی گرمه اتاق. اینم که سرویس بهداشتی هست و شاورم که اینجاست. بذارید نشونتون بدم، یه رخکن کوچیک داره که میتونید در واقع اون بخش اول لباستون رو در بیارید و بذارید و بعدش هم که برید برای دوش گرفتن. خب در کل جای بدی نیست واسه زندگی، مخصوصا با اون هزینه 165 دلار تقریبا شما هیچ جا رو نمیتونید پیدا کنید با این مشخصات. فکر میکنم خیلی واسه یه دانشجو، مخصوصا اون کسی که فقط میخواد روی هزینه اسکالرشیپش حساب کنه، فکر میکنم خیلی مناسب باشه زندگی همچین جایی. اینم یه نوع دیگه از خوابگاه هست که بهشون میگن کاتج، اسمش هم گذاشتن ملبو کاتج. هر فلتی 8 تا یا 6 تا اتاق داره به اضافه یه فضای داینینگ روم، یه فضای تی وی روم و اگه اشتباه نکنم حموم و دستشویشون هم مشترکه. در واقع دوتا راهرو داره که برای هر راهرو یه دونه سرویس بهداشتی و یه در واقع دوش در نظر گرفته شده. بریم با هم یه نگاه بندازیم. میبینید که اینجا هم اون سرویس بهداشتی و دوش شخصی رو نداره. فضاش فکر میکنم حدود 14 متر باشه، بازم 12 متر تا 14 متر. چیزای لازم رو داره، بازم مثل اونای دیگه فقط تختش فکر میکنم بهتر باشه، سایزش بزرگتره، خب فکر میکنم راحت در باشه. همون فضای مطالعه و همون یخچالی که اونجا داشتیم اینجا هم داریم، دقیقا همون فضای شخصی و همون امکانات شخصی توی همشون ظاهرا یکسانه. فقط یه نکته ای، اینا همه خالی هم به خاطر اینکه الان توی کووید 19 سیچویشن هستیم، هیچ که تو خوابگاه زندگی نمی کنه، حتی نه هیچ کس، خیلی کم، یعنی شاید با 20% پتانسیلشون دارن کار میکنن خوابگاه. اما خب میان همه چی رو تمیز میکنن به صورت هفتگی،
قرارداد دارن، میان ضد عفونی میکنن، گردگیری میکنن، نظافت میکنن. بریم یه سرم بزنیم به فضای عمومی. اینم همونجوری که بهتون گفتم، این فضای عمومیه که توی همه کتجا هست. من اگه آروم صحبت میکنم دوستان هم برن، گفتم خدمتتون اون کسایی که دارن تمیز میکنن اینجا هستن فعلا. فقط اینجا جالبی که داره اینه که با یه در اون فضای تی وی روم رو از فضای شخصی جدا کردن احتمالا خیلی کمک میکنه به اینکه سر و صدا کمتر پخش بشه. این هم همون فضای آشپزخونه رو داره با همه اون امکاناتی که هست. دارن هر کدوم از دانشجوها هم یه دونه کاپورد جدا دارن. اینا پر هست اما نمیدونم قابل استفاده است یا نه. فکر میکنم از جای قبلی بهتر باشه، مطمئن نیستم، اما همه چی اینجا نو و تر و تمیز هست. هزینه زندگی هم اینجا هفته ای 180 دلاره که باز هم با توجه به بودجه اسکالرشیپ بسیار مناسب و خوب هست. دقیقا نمیدونم چرا دو تا تلویزیون گذاشتن اینجا، احتمالاً اون اگه بخوام فوتبالی چیزی نگاه کنن میرن اون ور، سر و صدای بیشتری داره. اما اینجا هم یه فضای عمومی دیگه هست. اینم که میزون آقای خودشون اساسی 8 نفره، پس 8 اتاق داره این کتش. یکی دیگه از خوابگاه دانشگاه است. چیزی که از ظاهرش پیداست اینه که فکر می‌کنم قدیمی ترینشون باشه، چون که ساخت سازش خیلی قدیمی به نظر میرسه. بریم یه سر بزنیم داخلش ببینیم چه جوریه. دوستان اینجا خوابگاه مورون بریج ویلیج هست. اینجوری که به نظر میاد یکم از بقیه خوابگاه قدیمی تره. امکاناتش دقیقا همونه، فقط نمیدونم چرا زیاد به صندلی‌هاش و مبلاش نرسیدن. جای خوبی به نظر میاد. فضاش از لحاظ اینکه روی تپه قرار گرفته، اگه کسی دوست داشته باشه منظرهای بیرون رو تماشا کنه خیلی مناسبه. همون امکانات خوابگاه های دیگر رو داره، یه فضای عمومی. فقط اینجا احساس میکنم که حالش زیادی بزرگه، یعنی اگه کسی اینجا تلویزیون تماشا کنه اگر صدا بلند باشه احتمالاً مزاحم اتاقا بشه. اما فضای جالبی داره. خب این کاپبوردایی هم که میبینید شماره زدن، هر کدومش مخصوصی یکی از دانشجوهاست، میتونه با اون وسایلی که دلش میخواد پر کنه. میتونم خوف بزنید مثل این دوستان که بعضیشون این کارو کردن. البته نه این ور، اما یه دونه کاپورد هست که اینجا خوف داره. اما اگه کسی بخواد وسایلی سیف باشه میتونه خوف بزنه. همونجوری که گفتم یکم احساس میکنم وسایلش قدیمی تر از جای دیگه است، اما همچنان کاملا اون استاندارد لازم رو داره واسه زندگی، مشکلی فکر نمیکنم باشه. بریم سر بزنیم به اتاق ببینیم چه جوری اتاقش. ظاهرا اینجا هم سرویس بهداشتی و حمامش مشترکه. یه دونه استادی روم هم اینجا داره، اما خب سونه که دوست دارم فضای اختصاصی خودشون رو داشته باشن فکر میکنم زیاد جذاب نباشه. دوستان اینجا فضای اتاقش یکم بزرگتر به نظر میاد، اما همونجور که میدونید به خاطر همین شرایط کرونا و این داستانا فعلا کاملا تعطیل. اینجا میبینید که صدای منم میپیچه به خاطر اینه که هیچ چیز توی اتاق نیست، اتاق تقریبا خالیه، حتی تختم برگردوندن به خاطر بحث نظافت و اینجور صحبت ها. اما ظاهرا اینجا هم هیچ فرقی نمیکنه. بازم میگم به نظر خیلی قدیمی تر از جای دیگه میاد. اینجا هزینه زندگی هفته ای 255 دلاره که با توجه به اون جای دیگه که دیدم اصلا نمیارزه ظاهرا که توی این کاتج بخوای زندگی کنی. این مقدارم به من گفتن بوی بد میاد که آره اینجا یکم اینجوریه. فکر میکنم به خاطر اینکه کسی زندگی نمیکنه بوی بد نیست، بوی یه نمیه، یه همچین حالتی داره. اما در کل 255 دلار واسه اینجا با توجه به چیزایی که قبلا دیدم زیاد ارزشش رو نداره.
خوابگاه دقیقا شبیه جاییه که واسه متأهلات تعبیه شده، یه تخت دو نفره داره و یه تخت کودک که احتمالا اگه کسی اومد با خانوادش اینجا و در واقع بچه داشت جایی باشه واسه اون. یه بخش مطالعه داره و یه میز در واقع برای صبحونه، ناهار و وعده‌های غذایی که هست. ببینید، من خودم وقتی که رسیدم اینجا حدود 4 هفته همینجا زندگی کردم. برای ورود و یه توقف کوتاه 1 ماهه تا بخواید جا بیافتید، تا بخواید خونه اجاره کنید و از این جور صحبت‌ها، فوق‌العاده عالیه. اما فکر نمی‌کنم که بتونید واسه طولانی مدت اینجا زندگی کنید. اون وقتی که من اومدم اجارهش هفته 350 دلار بود. فوق‌العاده زیاده، مبلغ 350 دلار برای یک هفته اجاره فوق‌العاده زیاده. اما نکته‌ای که هست اینه که شما دیگه لازم نیست نه قرضی پرداخت کنید، اینترنت مجانیه و دسترسیتون هم به دانشگاه خب خیلی عالیه، بخاطر اینکه توی دانشگاه خوابگاه. خب اینجا هم یه آشپزخونه کوچیک داره که دیگه شما رو بی‌نیاز می‌کنه از اون بخش مشترکی که خوابگاه دیگه داشتن. میتونید آشپزی یا هر کاری که در واقع مربوط به آشپزخونه باشه رو اینجا انجام بدید. یه نکته که در مورد این خوابگاه نکته مثبتی اینه که اینجا هم سیستم اسپلیت اساسی گرمایش و سرمایش. خب دوستان اینجا هم هوا بارونی شده، اگه می‌بینید من یکم خیسم واسه همین علتش. ببینید در کنار اون امکاناتی که هر خوابگاه به صورت اختصاصی خودش داره، یه سری امکانات هم هست که بین همه این خوابگاه ها مشترکه. بریم ببینیم که چه امکاناتی واسه استفاده دانشجو اینجا هست. قطعا این یکی از جاییه که خیلی دانشجو ازش استفاده میکنن و به شدت بهش نیازه. اینجا لاندری رومه یا همون رخ شورخونه خودمون. ببینم 9 تا 10 تا ماشین لباسشویی گذاشتن اینجا، 6 تا هم خوشگان. میتونید روی لباساتون رو بذارید اینجا استفاده کنید. معمولا کسی به وسایل کسی دست نمیزنه، من تا حالا نشیدم. بعد خودتون پودر رو تهیه کنید یا مایع لباسشویی رو، اما استفاده از اینجا مجانیه، در واقع جزء همون امکانات خوابگاهی که به شما میده. یه اتاق هست واسه سمینار در نظر گرفته شده. البته خب نمیشه زیادش میشه سمینار گذاشت، اما اون بچه‌هایی که میخوان فارغ التحصیل بشن معمولا جشن فارغ التحصیلیشون رو میان اینجا برگزار میکنن. یه سری امکانات داره، البته جای دیگه هم هست تو همین خوابگاه که میتونن همین کار رو انجام بدن، اما اگه فضای نیاز داشته باشی واسه یه جمعیت قلوش 50-60 نفره اینجا جای خیلی عالی خواهد بود. بریم استادی روم ها یه نگاهی بندازیم. این اتاق مطالعه یا استادی روم از همون مثل سمینار روم، فقط در اشل خیلی کوچیک‌تر، 7-8 نفر 4-5 نفر اگر بخوان جمع بشن، یه مطلبی رو با هم شیر کنن، جلسه ای داشته باشن یا بخوان چیزی به هم یاد بدن، میتونن از این استادی روم استفاده کنن. محیط خیلی آروم و ساکتیه. چیزی که واسه من خیلی مهمه، تنظیم حرارت هم دست خودتونه. خب اینم از ویدیو، امیدوارم از اون خوشتون اومده باشه. توی ویدیوهای بعدی سعی میکنم اطلاعاتی رو که در مورد هزینه‌های زندگی توی استرالیا دارم و همچنین اسکالرشیپ‌هایی که میتونید بگیرید با شما به اشتراک بذارم. فقط اگه به این سب ویدیو علاقمندید لطفاً سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدارتون باشه.